السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز من سوال کردن که استاد، من نماز می خوانم اما بسیار وقت از پیشم نمازم قضا میشه. من نمیفهمم که چی کنم، به خاطر که من اهمیت نماز آنقدر که باید میفهمیدم نمیفهمم، اما من قدر میفهمم که نماز بسیار زیاد مهم است. عزیزان گرام قدر، نماز بزرگترین عبادت است که انسان را از بسیاری چیزا حفظ میکنه، که در مورد این من مفصل چندین کلیپ صوتی دارم و از ادمین های عزیز خواهش میکنم که تا کلیپ ها را خدمتی برادر عزیزمان برسانند. برای شما یک نصیحت دارم و برای برادران و خواهران که در نمازهایشان کاهلی میکنن، برادر و خواهر مسلمان من، زمانی که مرگ میآید همه چیز تمام میشه، نه ثروت میمانه، نه دارایی میمانه، نه ای حسن و جمالت میمانه، ای چیزها اصلا نمیمانه، ای چیزها اصلا سودی با تو نمیرسانه. اگر مصروف هستی، مصروفیت داری، کار میکنی، هر چیزی که میکنی، ای چیز برایت نمیمانه. بعضی کسا حسن و جمال دارن و اونا در بعض دفاتر کار میکنن، اکثرتشان خواهرها هستند و این دفاتر مثل شبکه های تلویزیونی، مثل آژانس های خبری و بعض از تریول ایجنسی ها و غیره کمپانی ها به خاطر حسن و جمالشان اینا را به کار میگیرن. والله العظیم که زمان مرگ نه ثروتتان به درد میخورن، نه داراییتان، نه حسنتان، نه جمالتان، هیچ چیزی به شما سود نمیرسانه. و بعد از مرگ اطرافیان شما تمامشان کار خود انجام میتن، در قصه شما دیگه نیستن، شما مردین خلاص شدین، شما را مثل همه مردم دیگه در کفن میپیچنن و شما را زیر دوده های خیلی بزرگ خاک دفن میکنن. شاید تا یک سال، شاید تا چند ماهی بعضی ها برایتان گریه بکنن، بعضی ها برایتان ناراحت شوند و بعد از یک سال شاید گاه گاهی شما را یاد بکنن، اما بعد از او شما را فراموش می‌کنند. حتی مو همکارهایتان که در دفتر همایتان کار میکرد، چی شد امین عزیزانی که دیروز با ما بودن و حالا نیستند، زیر توده های خاک رفتند، برایش گریه کردیم، عزا گرفتند، کسی سینه درید و کسی یخن چاک کرد، رفتند، گریه هم خلاص شد، دلها سرد شد. وقتی که انسان مرد، وقتی که زیر توده های خاک شد، از این دنیا سفر کرد، به عالم برزخ رفت، اونمو کسایی که به خاطر از او شما نمازتان و عبادتتان را از دست میتین، اونا دیگه سراغتان نمیه. اونمو کار، اونمو روزگار، اونمو دفتر، اونمو هر چیزی که است، به خاطر اونمو که شما نماز نمیخوانین و عباداتتان از دست میتین، در عباداتتان کمی و کاستی آمده، دیگر نه او کار به دردتان میخوره، نه او دوست، نه او رفیق، نه او قطبازی، نه او محفل شب نشینی، نه او عریسی های منکر، و با دیگر به دردتان نمیخوره. خلاص شدین، رفتین، دوستیتان بسته شد. وسای برادر و خواهر من، به خاطر هیچ کسی، به خاطر هیچ چیزی، به خاطر هیچ کاروباری، به خاطر هیچ دفتری، به خاطر هیچ مجلسی، از الله سبحانه و تعالی دور نشه. تنها کسی که ضامن موفقیت و کامیابی دنیا و آخرت تو هست، برادر و خواهر من، پیروی از دستورات الله سبحانه و تعالی هست. پس هی عزیز من، مواظب ایمان خودت باش، مواظب نماز خودت باش، مواظب عبادت خودت باش. بزرگترین حسرت در آخرت همی هست. ای کاش، ای کاش برگردم به دنیا و سرم در سجده بگذارم، به خالقم رکوع بکنم و نماز بخوانم. پس وقتی که چیزی و کسی و مالی و دنیای و کاری و دفتری و روزگاری و مجلسی به دردت نمیخوره،
پس بهترین چیز را عبادت است چرا از دست میتی عزیز من؟ این نهایت دیوانگی است، این نهایت جنون است عزیز دل من. نصیحت ما را به گوش بدار، از الله خوف کن.